بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه، بسیار خوشحالم که بعد از چند روز یا چند هفته این گره و مشکل برطرف شد و با خانم دکتر بهیه جیلانی هستیم از پاریس و قبلا همیشون مهمان برنامه بودن. ویدیوهاشون موجود هست در یوتیوب، در بایگانی تلویزیون مردم و من فکر نمی کنم کسی باشه که برنامه های رادیو تلویزیون های مختلف ایرانی رو دیده باشه و با خانم جیلانی آشنا نباشه. من سلام می کنم بهشون خوش آمد میگم و میکروفون رو در اختیار ایشون میذارم که ما رو در جریانات اخیر ایران و مخصوصا چون ایشون فرانسه تشریف دارن، یه مقداری هم راجع به رئیس جمهور فرانسه و عکس العمل آقای مکرون در باره تظاهرات ایران برای ما صحبت کنم. خانم جیلانی خیلی خوش آمدید، بفرمایید، با شما هستیم. درود فراوان به شما و تمام بینندگان عزیز شما و تصدیقی که باید به مردم ایران باید گفته بشه. متاسفانه با تمام اتفاقاتی که افتاده و آرزوی این رو داشته باشیم که قطره‌های خون بچه‌هایی که به زمین ریخته شده به زودی پاسخی باشن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، اگرچه روزهای سیاهی رو داره ایران در حال حاضر میگذرونه، ولی خب مطمئنن امید وجود داره. اتفاقی که آغاز شده، اتفاقی که حدود هفته پیش آغاز شد در مورد 300% کردن قیمت بنزین، خب یک استارتی بود برای اینکه ملت نارضایتی های خودشون که انباری از نارضایتی بود بیرون بریزن و قیمت بنزین یک بهانه باشه برای این اکستراورتی رفتار کردن مردم. اگرچه دولت امروز میگه ما منتظر نبودیم، ولی مطمئنن جمهوری اسلامی منتظری هم چه اتفاقات و عکس العملی از طرف مردم بود. و اینکه آقای خامنه‌ای بیاد بگه که سران سه قوه و من تایید کردم، به نظر من پاسخ ندادن درست سیاه و کنکرت به یک سوالیه که توی ذهن مردم وجود داره که آیا اینها آگاهانه قیمت نفت رو سه برابر کردن یا اینکه واقعا اینها مدت ها هست که دیسکورس این رو داشتن که قیمت نفت رو بالا ببرن، متغیر بکنن. ولی ما چند وقت پیش مشاهده میکنیم که ایران ژیل زردهای فرانسه رو سنگشون رو به سینه میزد و مردم فرانسه کاملا اونها رو محق میدونست که در مورد نفت و بالا رفتن نفت و گران شدن زندگی به خیابان که از نارضایتی بدکاری و اشتباهکاری و دزدی‌های کلان که امروز همین نظام بر سر این ملت آورده، مردم رو اختشاش کرد و عرازل و اوباش حساب بکنن. اما گونه که آقای روحانی و آقای خامنه‌ای ملتی که قیام کردند بر علیه گرانی و بر علیه اتفاقاتی که در اجتماع امروز داره میفته، اختلاس ها، در نتیجه من فکر میکنم که مردم ما امروز جمهوری اسلامی با تمام این که به خودش تبریک میگه و رادیو تلویزیون ها رو پر کرده از تصاویری که گویا توانسته این قیامی که در خیابان ها روی اسفالت ها داره انجام میشه توانسته جلوی اونها رو بگیره، در صورتی که به نظر من این قیام یک شکست بزرگی بود، یعنی یک تصویر سناریوی تنظیم شده از شکست جمهوری اسلامی در اقتصاد بود و اینکه امروز جمهوری اسلامی با تحریم هایی که آمریکا امپوزه کرده به اقتصاد ایران، فکر میکنم که شرایط اقتصادی خیلی بدی داره و این میتونه آغاز یک خرابی اقتصاد باشه، چون گران شدن بنزین مطمئنن اجتماع رو، یعنی تمام اقتصاد مملکت رو پر خواهد کرد. برای مثال امروز دیدیم که گوشت گوسفند گران شد و یا اینکه حمل و نقل چه در تره بار چه میبار چه داخل شهری بین 25
تا 50% اضافه شد و این یک آغازه و این که در اقتصاد ایران هیچ پروژه‌ای وجود نداره، هیچ برنامه جمهوری اسلامی نداره به جز خالی کردن جیب مردم. امروز یکی از آقایون معتقده که تا به امروز از سودی که بانک‌ها به مشتری‌های خودشون دادن مالیات نگرفته و باز می‌خواهد در اینجا پولی به جیب بزنند. و این اتفاقی که در ایران افتاد گویای اینه که جمهوری اسلامی در مقابل اتفاقاتی که از لحاظ اقتصادی براش هم در پیشه و هم پیش آمده مطمئنن از پس آن بر نخواهد آمد و این قیام ها کم و بیش در هر جای ایران دیده خواهد شد. و تفاوتی که این قیام با قیام های دیگر داشت این بود که آیا میشه گفت این قیام از قسمت های آغاز شد که جمهوری اسلامی منتظر نبود. آغازش از شهرهای بسیار کوچک بود و به قدر جمهوری اسلامی پنیک کرده بود که نتوانست برای آرام کردن مناطق ارتش یا شبه نظامیان که بایشون عادت داریم مثل بسیجی ها، مثل دباش شخصی ها، نتوانست اونها رو به موقع، برای مثال در شیراز نتوانست به موقع نیروهای انتظامی خودش رو در منطقه حاضر بکنه، در نتیجه قیام و یا کنترل افتاد دست مردم. و اینکه یک ریسک بزرگی بود که جمهوری اسلامی بیشتر آمادگی داشت در شهرهای بزرگ و خودش رو تمرکز داده بود در شهرهای بزرگ و ریسک بزرگش این بود که مجبور شد از شهرهای بزرگ نیروی انتظامی و پارانظامی ها رو از شهرهای بزرگ بکشه به شهرهای کوچیک و این میتونست آغاز یک قیام دوم در شهرهای دوم، یعنی شهرهای بزرگ باشه، که متاسفانه این اتفاق نیفتاد ولی میتونست این اتفاق بیفته. و اینکه ما دیدیم که حتی در شهرهای کوچیک مردم توانستند برای چند روزی خیابان رو کنترلش رو داشته باشند، با تمام اینکه کشت و کشتار زیاد بود مردم بی نهایت مصمم بودند، ولی این ساکت شدن امروز اتفاقات گویای اینی که با تمام اینکه مردم توانستند برای مدت کوتاهی اختشاشات یا قیام رو در خیابان ها بتوانند کنترل بکنند، ولی در انتها نبودن یک رهبر کاریزماتیک جاش خالی بود و امروز ظاهرا نظام مدعیه که توانسته شلوغی ها رو کنترل بکنه، در صورتی که شلوغی ها به نظر من کنترل نخواهند شد. در اولین فرصت و در اولین سازماندهی دوباره ظهور خواهد کرد، زیرا جمهوری اسلامی نخواهد توانست به خواست مردم چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ اقتصادی پاسخی بده و به نظر من آغاز انتهای جمهوری اسلامی. خیلی ممنون، شما به این اشاره کردین که رهبری وجود نداشت. من اتفاقا امروز صبح با آقای کوروش زعیم از جبهه ملی ایران در ایران یک به اصطلاح گفت و شنود نوشتاری داشتم و به ایشون گفتم که خب این که نمیشه، جبهه ملی هر وقت اتفاقی میفته میان و دیروز یک نامه نوشته بودن به عنوان واپسین هشدار به جمهوری اسلامی. گفتم شما چند تا از این هشدارها تا حالا دادین و دیکتاتور مگر به این هشدارها اهمیت میده یا وحشت میکنه یا میترسه از اینها؟ و چرا شماها نمیرید دنبال یه برنامه، یه هدفی که به اصطلاح نتیجه بده؟ و ایشون نوشت که خب شما اگه میدونی چیزی بهتر. گفتم من اگه میدونستم که در نرفته بودم بیام اینجا، من که نشون دادم با این عمل که نه بلدم و از اون ورم نه شهامت شدارم، ولی شماها که وایسادید و هر روزم زندان میفتید، خب اقلا یک کاری رو از یک کتابی، از یک به اصطلاح حرکتی که به نتیجه رسیده کپی کنید. آقای مجید افراخته دوست خوبمون از آلمان نوشتن که آخرین انقلاب انقلاب اسلامی در ایران بود.
من منظور ایشون رو نمیدونم، چون انقلابای دیگه‌ای در این 40 سال اتفاق افتاده و ایشون نوشتن دوران انقلاب و حتی کودتا در جهان به پایان رسید. بله ببخشید بخونم من نوشته ایشون رو. بله نوشتن آخرین انقلاب، انقلاب اسلامی در ایران بود. دوران انقلاب و حتی کودتا در جهان به پایان رسیده. در قرن 21 فقط و فقط خردمندان هستند که توان و شعور آن دارند که قدرت سرمایه را با مدیریتی مستقل وادار کرده به انسان و انسانیت و محیط زیست و طبیعت احترام بگذارد. شما در این مورد چی میگید؟ یعنی ما باید بشینیم تا فقط اونهایی که به اصطلاح ببینین ایشون افکارشون کاملا، من با ایشون موافق هستم با اینکه دوره انقلاب های سرنگون کننده و زیر و رو کننده تمام شده، اما متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی یک حکومت عصر حجریه که در قرن 21 داره میخواهد ایران، مملکتی که تا نیمه راه رو رفته بود، البته مونده بود به رسیدن به دموکراسی، ولی قدمی رو برداشته بود، حال امروز عقب گرد بکنه. در نتیجه امروز ما گرفتار یک حکومت که میخواد ما رو برگردونه به 1400 سال پیش و به هیچ نحو این ملت 22 ساله به نام اصلاح طلبی به این حکومت، به این نظام فرجه دادن که خودشون رو بازسازی بکنن، به سوی مردم برگردن، از فرم انقلابی خارج بشن، بشن یک حکومت متعارف. ولی این نظام به علت نداشتن هیچ نوع متخصصی، در نتیجه تنها تخصص این نظام 41 ساله، ما شاهدیم که این نظام با اختشاش، ترس، وحشت تونسته حکومت بکنه. مطمئن باشین اگر این نظام دارای متخصصینی بود که میتوانستند کاری بکنند، دست به دامن این همه ترس و تولید ترس و وحشت و زندان و اعدام نمی کردن. پس اینکه ایشون می فرمایند دور انقلاب گذشته، من هم موافقم دور انقلاب گذشته، ولی بیشتر موافقم که دور حکومتی مانند جمهوری اسلامی در قرن 21 گذشته. حال شما به ما یک پروگرامی بدین که ما بتونیم با این تناقض، یک حکومت 1400 ساله پیشین امروز در قرن 21 چگونه میتواند، به خصوص که به خصوص که این نظام حاضر نیست یک قدم به عقب بره و ملت رو دریابه. در نتیجه چون میدونن که هنری ندارن، این نظام اگر یک قدم بره عقب مجبور خواهد شد که کاملا عقب نشینی بکنه. و شما میبینین که نه تنها آقای خامنه‌ای، بلکه دوربری های اینها از تصمیمی که میگیرن، حتی اگر این تصمیم قرار باشه بی نهایت گران تمام بشود، باز پیش میروند تا قدم اول رو بر ندارن. برای مثال شما مشاهده میکنید که قطع اینترنت چندین میلیارد برای این نظام تموم شده، از روابط اقتصادی خارج از ایران، خرید و فروش روی دریا، روی زمین. برگردیم به کوچکترین سلولی که صدمه دیده، آژانس‌های مسافرتی که مسافرت‌های ارگانیزه شده درست می‌کنند و مسافر به خارج از ایران می‌برند، و تمام اینها امروز ضرر دیدن. و این ضرر فکر میکنم از خریتی که جمهوری اسلامی کرد برای بستن اینترنت بین المللی رو به ایران، فکر میکنم که این اشتباهات گویای این بود که جمهوری اسلامی منتظری هم چه اتفاقی نبود. خودشونم اعتراف کردن که مانند یک جنگ جهانی بود، به هیچ نحوی منتظر این که مردم قیام بکنن و نارضایتیشون رو به این حادی نشان بدهند نبودند، به خصوص که این افراد دیگه افراد مانند کوی دانشگاه نبودند که مستقر شده باشند در تهران، بلکه 100 نقطه ایران رو از شهرستان و شهرهای بزرگ و تهران فرا گرفت
و این گویای اینه که با تمام اخشار در این نارضایتی حضور داشتن، از معلمین، از کشاورزان، بازنشستگان، مال باختگان، تمام کسانی که عدالت خواه بودند، کسانی که از این نظام چه قوه قضاییه چه قوه مجریه‌اش صدمه دیدن، همه در خیابان بودن و این یک آغازی بود برای یک فرم جدیدی از نشان دادن نارضایتی. و من مطمئنم که این نارضایتی ها بیشتر و بیشتر صیقل داده خواهند شد. من قیام 78 رو به وسیله دانشجوها زندگی کردم، زندان بودم و مقایسه میکنم و میبینم که امروز کاملا اعتراضات فرمش تغییر پیدا کرده، فرمش همه گیرتر شده و ما زمانی به موفقیت خواهیم رسید که اون چند درصدی که گران شدن، بالا رفتن و پایین آمدن اقتصاد چیزی رو در زندگیشون تغییر نمیده، اونها هم امروز در کنار مردم بودن، اگرچه در اقلیت، ولی مطمئنن این اتفاقات فرم جدیدی پیدا خواهد کرد و این فرم جدید برای جمهوری اسلامی در شرایط فعلی تحریم که مجبور برای حیات 5 میلیارد از روسیه وام بگیره، که من مطمئنم این 5 میلیارد رو فقط میخواد به عنوان حقوق به خواستارهای خودش، به کسانی که امروز تیر نقطه زن دستشونه، اونها رو راضی میگرداره. برای اینکه در هر حال یک مقاله که یکی از همین بسیجی های که بالا پشت بون میرن مردم رو میزنن، پرسیده بودن شما چه احساسی دارین وقتی میخواهید در خیابان در مقابل مردم حاضر بشین، و اینها ترس و وحشت خودشون رو اعلام کرده بودن و حق هم دارن، چون نمیتونن دقیقا کنترل مردم رو داشته باشن و اینها هستند و یک اسلحه. در نتیجه جمهوری اسلامی این افراد رو با پول و رفاه و حقوقهای ماهی 40-50 میلیونی برای کسانی که نقطه صفرشون رفتن به بادی بیلدینگ و زیباسازی بدن بود و امروز جزء بسیج و جزء تکتیر اندازها هستند، میشه گفت همین افراد هم قشر فقیر اجتماع هستند که برای پاسخگویی به اقتصادشون مجبور هستند آدم بکشن. ممنونم از شما خانم جیلانی. نمیدونم شما این خبر رو دیدید روی بی بی سی که نوشته بود وزیر دفاع ایران سرتیپ امیر حاتمی گفته که تصمیم درباره بنزین موجب انسجام ملت و مسئولین نظام اسلامی شد. واقعا یعنی این جوکه یا اینکه یه نفر یه حرفی اینجوری رو میاد مینویسه و میزه؟ بله بفرمایید. ایشون که اولا سابقه یک مصاحبه‌ای داشتن با یکی از افراد انگلیسی، سیاستمدارهای انگلیسی که یک سری مزخرفات گفته بودن به علت ندانستن زبان انگلیسی، بدفهمی و بدپاسخگویی، ایشون همون فرد هستن. و این که فراموش نکنیم جمهوری اسلامی تشکیل شده از افرادی که 1400 ساله دارن همون داستانها رو تکرار میکنن و مردم در هر سال در همون روز در همون ساعت در همون موقعیت خودشون رو قرار میدن که همون داستانها رو بشنون. پس تعجب نکنین که با کمال وقاحت آقای سفیر جمهوری اسلامی در انگلیس بگویند که مردم رو به هم نزدیک کرد. خب یه دهی بهش میخندن، یه دهی هم پاسخ بهش نمیدن، چون پاسخی وجود نداره و یه همچین گستاخی که واقعیت رو زیر پا میذاره و به این علنی دروغ میگه. آقای فرزاد نیساری نوشتن که این نظام بهترین ابزار راحل برای بیگانگان است که ایران و ایرانی را عقب نگه دارد، از پیشرفت و علم باز دارد و همه مخالفان را همزمان از بین ببرد. میشه بگیم این یه جوابی برای دوستانی که به اصطلاح چشمشون به دست خارجی هاست، مخصوصا به افرادی مثل ترامپ و دیگران، امیدوار هستن که اونها بیان کمک کنن، در حالی که میبینیم
ترامپ حتی به این جنبش به اصطلاح دموکراسی خواهانه هنگ کنگ، هنگ کنگی که 100 سال دموکراسی داشته، هیچ صدایی ازش در نمیاد، حرفی نمیزنه، چون ریشش یه جورایی دست چین هست. نظرتون در این باره چیه؟ و ضمناً چون شما زندگی میکنید در فرانسه و اون جنبش جلیق زردها رو دیدید و درست در رابطه با همین گرونی بنزین و اینها بود، آخه فرانسه هم یه مقداری مثل دولت ایران عمل کرد، یه مقداری با اینها زشت برخورد کرد و به اصطلاح گرفت و اینا، اونها نتیجه چی شد و فکر میکنید که حالا این باز میره تا یک جنبش دیگه ای، یا اینکه واقعا کسانی که به فکر ایران ایرانی هستن برنامه های رو تدوین میکنن و به اصطلاح آماده میشن؟ همین که شما گفتید مثلا این بار در شهرهای کوچیکتر این جنبش بود و دولت نتونست اون نیروهای ضد شورش رو ببره، که البته باز شما درست میگین با این تکتیر اندازایی که دارن یا همون اسنایپرایی که اینجا میگن، اینا اون ترس و وحشت رو تو دل مردم ایجاد میکنن که بعضی وقتا اینها رو نشونه میرن، البته ناگفته نماند. نوشتهایی هست که میگن مثلا یه جایی ماشین آتش نشانی رفته، بعد مردم اون مامور رو گرفتن زدن، دلیلشون هم این بوده که بعضی وقتا دولت از ماشینای آمبولانس و ماشینای آتش نشانی سوء استفاده میکنه و با اونها مامورای خودشون رو میفرسته. یه مقداری در این موارد صحبت کنید، مخصوصا در رابطه با جنبش فرانسه و اینکه اونها به کجا رسید. جنبش فرانسه که در حال، فراموش نکنید که فرانسه کشوریه که عادت به جنبش های خیابانی و سندیکاها بریخ تو خیابون رو بگیر و ببند داره. البته بله، این بار فرانسه پاشو گذاشت رو گاز و مردم رو زد، حتی یه چشم رو در آورد. این اتفاقات افتاد برای اینکه در هر حال این رو قبول بکنیم تمام افرادی که در خیابان بودن برای داستان جلیق زردها همه فرانسوی نبودن، عده‌ای هم آمده بودن برای به هم زدن و این افرادی بودن که این رو فراموش نکنیم که آقای ترامپ هیچ دل خوشی از آقای مکرون نداره، به علت اینکه آقای ترامپ خواست که مکرون از اروپای متحد خارج بشه و آقای مکرون گفت نه تنها خارج نمیشیم، بلکه یک لشکری درست میکنیم برای اروپای متحد. در نتیجه عربستان، در نتیجه ایران، این کشورها بودن و دولت فرانسه مجبور شد به بهانه این که نفوذ شده در جنبش مردمی کمی سبر، ولی خب جلوش گرفته شد و به همون نسبت هم نیروی انتظامی یا سرسای فرانسوی صدمه دیدن و قابل مقایسه با ایران نیستن. این حالا در فرانسه ممکنه اتفاقاتی بیفته که گرون تموم بشه، حتی باعث مرگ و میر بشه، ولی هدف کشتن نیست. ولی در ایران تکتیرانداز ها تربیت شدن فقط برای کشتن. در نتیجه من فکر نمی کنم بتونیم ما این دو فلسفه رو واقعا به معنای واقعی، درسته که بهانه نفت بنزین در فرانسه و بنزین در ایران بود، ولی خب شما دیدین که آقای مکرون بلافاصله عقب نشینی کرد و بنزین رو به قیمت اولیه نه تنها برگردون، بلکه حد مالیات رو هم به 2000 یورو رسوند. در نتیجه ژیل زرد ها موفقیت هایی داشتن در این میان، ولی ما در جنبش هامون هیچ نوع موفقیتی به دست نمیاریم به جز یک عده که نابود میشن، کشته میشن، از بین میرن و یه عده عزادار میشن. ولی خب مشکل معاملت هم هست، نوع برخورد معاملت هم هست. برای مثال من در ابتدای آغاز جنبش ها در صفحه فیسبوک هم نوشتم که لطفاً از گذاشتن عکس شهدای راه آزادی پرهیز کنید. چرا؟ چون این عکس ها شما رو میکشوند توی فاز مرگ و میر و عزاداری و این حرفا، و ما ایرانی ها هم که عادت به عزاداری داریم، یعنی تو خونمون عزاداری، گریه رو ترجیح میدیم بشادیم. در نتیجه من معتقد بودم که اگر عراقی ها، لبنانی ها، در اتفاقاتی که امروز داره در مملکتشون میفته عکس یک دونه سر بریده، تن تکه پاره شده، خون زمین ریخته شده نشان نمیدن،
پس ما هم مشکلمون همینجاست و تمام این عکس هایی که ظهور پیدا می کنن در دنیای مجازی که عکس های خوفناکی هستن از بچه‌هایی که چه کشته شدن چه تجاوز شده، با تمام این که جمهوری اسلامی به خانواده ها یعنی دستور میده میترسونه جسد رو نمیده که اگر شما با رسانه های خارجی تماس بگیرین ما جسد رو به شما نخواهیم داد یا شما رو تنبیه خواهیم که در حال بترسونه این مردم رو. و همیشه این عکس ها در دنیای مجازی پخش شده و همه جا رفته و بسیار هم دلها رو شکنده و غمگین کرده، اما این به نفع شکستانی تمام میشد تمام این عکس ها. جمهوری اسلامی میگه نذارین، ولی در حقیقت میگه بذارین. چرا؟ چون گذاشتن این عکس ها خودش اقلن 10% باعث عقب نشینی. تازه 10% من فکر میکنم رقم بسیار پایینیه و رقم بیشتر از این حرف هست. و بلافاصله جمهوری اسلامی میدیدین در عرض 2 روز یا 3 روز بچه ها رو از تو خیابون جمع میکرد. این بار با تمام این که من خواهش کردم، البته بعد از منم خیلی ها اومدن گفتن این کار نکنین، آقای جوانمردی اومد گفت، آقای طاهری اومد گفت که عکس ها رو نذارین، عکس های خوفناک رو نذارین، اما من این رو یعنی این رو از جنبش عراق و لبنان دیدم که با نذاشتن عکس ها ما راحت تریم. و امروز هم که میبینم یه عده شم گذاشتن و روباند مشکی و یه عده هم میگن روباند مشکی به دستتون ببندین و اینا، اعلام این که خب عزاداری کنیم تموم شد داستان. نه، به نظر من نباید روباند سیاه بذاریم، نه باید روباند سیاه به دستمون ببندیم. آقای طبرزدی خواسته که عزاداریمون رو نشون، نه، ما داستان تموم نشده که بخوایم عزاداریمون رو نشون بدیم. به نظر من اینها افکار مشکوک هستن که نفوذ میکنن. چرا ما باید عزاداری بکنیم و داستان رو تموم بکنیم؟ داستان تموم نشده که، داستان تازه آغاز شده. گران شدن بنزین آغازیست برای گران شدن همه چیز و همه چیز رو گرانی رو در بر گرفتن. در نتیجه به نظر من ما روزهای یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی رو ما در پیش داریم. حال امروز دیدیم که 1 هفته مردم تونستن مبارزه بکنن و 1 هفته هم اینترنت نبود. به نظر من اینترنت نبود، اینترنت درسته که برای فرد منی که خبر نیاز داشتم خیلی مهم بود، ولی مردم رو به هم نزدیک کرد. به جای اینکه مردم میخ بشن جلوی فیسبوکشون، جلوی اینترنت تو خیابونا کنار هم بودن. در نتیجه به نظر من عزاداری نباید بشه. ما باید منتظر اتفاقاتی که به زودی جمهوری اسلامی نخواهد توانست پاسخ دهد، حادتر و حادتر خواهد شد و قرار نیست اتفاقی بیفته که شرایط بهتر بشه. و اینکه جمهوری اسلامی 5 میلیارد دلار از روسیه میخواد گویای اینه که شرایط نظام خیلی خرابه. شما صحبت از آقای طبرزدی کردین و نقش ایشون الان توی ایران چیه؟ چون بعضیا فکر میکنن که ایشون یه مهره‌ایه که میشه روش حساب کرد. من به شخصه باور ندارم. فکر میکنم که اینها این مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی براشون به صورت یه شغل در اومده و زندگیشون رو دارن از این طریق سفری میکنن. نمیدونم آقای طبرزدی رو خب من سالهای سال میشناسم، از سالی که زمنان همین روزا بود که پروانه و داریوش فروهر رو سلاخی کردن و همین روزا بود که من رفتم دفتر آقای طبرزدی، آقای مفتیزاده یعنی منو برد دفتر آقای طبرزدی و ایشون رو به من معرفی کرد و بعد من متوجه شدم که ایشون دنبال جا میگردن، چون قرار بود که از اون دفتری که اتحادیه توش بود که دفتر آقای رفسنجانی یعنی زمین آقای رفسنجانی بود ازش بگیرن، چون آقای طبرزدی بند کرده بود با آقای رفسنجانی. و اون موقع خواستم که بیان برن مطب پدر من، چون پدر من فوت شده بود. خب خواهرای من نپذیرفتن و مسائل دیگه که ایشون مجبور شدن بیان منزل من مستقر بشن
و من از اون زمان خب من شاهد کارای ایشون بودم. ایشون یک فردی هستن که خیلی حاضر، خیلی راحت میتونن همه رو قربانی خودشون بکنن. وقتی که روزنامه هایی که آقای تبرزدی جوازش رو اجازه روزنامه میگرفت که به نام خودش هم نبود، به نام دوستانش، که دوستانش هم همیشه ازش قول میگرفتن که تو این روزنامه رو به جایی نکشون که بیان ما رو بگیرن، چون روزنامه به نام ماست، ولی آقای تبرزدی بدون هیچ رحمی همه رو قربانی میکرد و امروز هم همون تبرزدیه. با تمام این که دیگه امروز مردم شناختنش، پیر هم شده، فرتوت هم شده، هزیان هم زیاد میگوید، در نتیجه بهتر امروز ما چشم به جوانهایی داشته باشیم که افکار خوب و گذشته خوب دارن. و من فکر میکنم آینده ایران نباید کسانی که در جمهوری اسلامی حتی به اندازه یک نقطه نقشی داشتن در آینده ایران آزاد میتونن نقشی داشته باشن. و تمام کسانی که دیروز خیانت کردن امروز پرچم اپوزیسیون دستشونه، ولی مطمئن باشین که مردم ما این افراد رو به بازی نخواهند داد و افرادی ایران رو نجات خواهند داد که شعارها رو خواهند توانست کنترل بکنن، جنبش ها رو خواهند توانست کنترل بکنن و حرفاشون حرف مردم به هم. امروز شعار سکولار دموکراسی، چیزی که من از اول گفتم سکولار دموکراسی پایه میخواد، یک اصول سکولاریزان میخواسته که ما نداشتیم و سکولاریزم و دموکراسی هم با تعریف و حتی بهترین تعریف هم در فرهنگ کسی وارد نمیشه مگر اینکه شما مسیرش رو گذشته باشید، که من مدعیم ملت ایران از مسیر دموکراسی در هیچ مقطع تاریخی عبور نکردن، حتی زمان مصدق. در نتیجه اینکه خودمون رو گول بزنیم و بگیم برای آینده ایران ما سکولار دموکراسی میخواییم، به نظر من یک فریب بزرگه. همان گونه که خمینی یک حکومت دینی دموکراتیک میخواد، این هم یک فریب دیگر. در نتیجه باید چشم و گوشمون رو باز بکنیم، به شعارها گوش بکنیم. اگرچه مردم ما بیدارن، امروز میبینیم که رابطه زیاد خوبی بین افرادی که شعار ایران ایران میدن با افرادی که درون ایران مبارز هستن نیست و امروز دیکهایی که میجوشه البته در زیر زمینا تشکیل از کسانی شده که ماها رو اصلا قبول نداره و شاید هم حق داشته باشن که ما رو قبول نداره. بسیار ممنونم از شما. آقای افراخته نوشتن دلتان را به این تظاهرات چند صد نفری خوش نکنید. هنگ کنگ، لبنان، عراق، ونزوئلا، بولیویا، پاریس و سایر ممالک کمتر و یا بیشتر برای نان و آب و آزادی و صلح و امنیت و آرامش به خیابان‌ها ریختند. آیا قدرت و سرمایه و خردمندان جوامع گوش شنوا دارند یا مثل شرق باید تا آخر خط بروند؟ شما صحبت از گرانی و اینها کردید، مخصوصاً چون فصل زمستان در پیش هست. آقای فرزاد نیساری هم همشهری عزیز من نوشتن که قحطی در راه است و گرانی و اقتصاد ورشکسته به قحطی هم کمک میکند. ضمناً آقای شاهین فاتحی هم اینجا هستن و نوشتن که ایشون هم درود بر شما و من ممنونم که این دوستان هستن. اگه دوستان لطف کنن این برنامه رو با دوستان خودشون هم شیر کنن و مهمان برنامه باشن یا نظراتشون رو با ما در میون بذارن، برنامه بهتری میشه. ولی باز برگردیم به اون آقای باطبی، آقای تبرزدی، ببخشید حالا آقای باطبی هم اینجاست ولی از اونم خبری نیست، چند روز گذشته. آقای تبرزدی اینجوری که شما میگید یعنی سابقه درخشانی نداره، اون موقع به خاطری که زمین بهش داده بودن یا یک جایی بهش داده بودن با رفسنجانی بوده، بعد ایراد گرفته، اونها عذرشو خواستن بعد اون دفتر اصلا متعلق به تبرزدی نبود، یه دفتری بود که بهش داده بودن بشینه توش. یعنی من اون دفتر بارها رفتم، حتی با پروانه و داریوش رفتم، فیلماش هم هست. من اینکه آقای سروش که اون موقع جز الیت های مملکت ما و اوانگردیست بود، چرا؟ چون به قول مثلا اولین بار بود که ما اونجا بودیم که آقای سروش هم گفت دست بزنین. حالا دست زدن اون موقع برای ما، برای من که نه، برای کسانی دانشجوهایی که اونجا
میرفتن و میومدن و به قول معروف دفتر تبرزدی شده و لونه زنبور. چرا؟ چون تمام امروز گروه شهروند و آقای مهاجرانی و نمیدونم منوچهر محمدی و باطبی که نه، باطبی هیچ موقع سیاسی نبود، اون یه تصادفه، یعنی باطبی یه تصادفه در یک مقطعی کاری که روز کوی دانشگاه و بعد پیرهنشو در بود رفت بالا و عکس گرفتن شده چکوارا، در صورتی که این چکوارای دروغی اصلا سیاسی نبود و میخواست عکس بگیره. در هر حال تبرزدی خب اینا رو جمع کرده بود دور خودش و یه دهی پایین میخوابیدن یه دهی بالا میخوابیدن و بیچاره آقای منوچهر محمدی اینا، که خود تبرزدی هم میگفتش که اینا هم شیپیش میارن تو اتحادیه، هم اطلاعاتی ها رو میکشنن تو اونجا، برای اینکه خب اینا بچه های دانشجو بودن اون موقع، منوچهر محمدی اینا همه دانشجو بودن، در نتیجه با یه جوان دیگه معاشرت میکردن، حتی آقای زارزاده و اینایی که الان مافیا شدن در کانادا، اینا همه بچه هایی بودن که تازه به قول معروف از تخم اومده بودن بیرون. بازه من امروز همهشون دیگه ماشاءالله خونه و صاحب زندگی شدن از این پولایی که NGO ها تقسیم میکنن بینشون. در نتیجه آقای تبرزدی هم خب تا زمانهای طولانی با تمامی که از دفترش بیرونش کرده بودن مردم بهش کمک میکردن، مثلا منزل من در اختیارش بود سالها و تمام روزنامه نگارهای خارجی که می اومدن منزل من با آقای تبرزدی مصاحبه می کردن و هر آن ما دکور خونه رو عوض می کردیم که تو عکس ها معلوم نشه اینجا منزل منه. ولی خب من فروردین ماه با آقای تبرزدی صحبتم شد سر انتشار یک خبر خصوصی در روزنامه هویت خیش که خب من دیگه نخواستم آقای تبرزدی منزل من باشه، نخواستم منزل من باشن. دقیقا فروردین ماه بود و تیر ماه منو گرفتن. و اگر تیر ماه آقای تبرزدی باز منزل من بود، مطمئن باشین که منزل من رو به عنوان خانه تیمی میگرفتن، چون منزل من نه تنها در اختیار آقای تبرزدی بود، در اختیار تمام دوستانشونم بود، همین چند پنج شیش نفرش نفری که امروز هستن و چند نفرشونم کشته شدن و جمهوری اسلامی کشتتشون و یا اصلا با خود سپاه بودن، میومدن منزل من یه سری اعلامیه‌های وزارت اطلاعات رو میدادن با آقای تبرزدی و دوستانش و 10 دقیقه بعدم میگرفتن، چون که این اطلاعاتی ها بولتنا باید میرفت توی وزارت اطلاعات، مگر وگرنه معلوم میشد که خارج شده این بولتنا. در نتیجه من خیلی از این برنامه ها از آقای تبرزدی دیدم. آقای تبرزدی یه آدمیه که به نظر من برادر دو تا شهید، خب حالا دو تا شهید به ایشون چه مربوطه، ولی خب آخرش میشه برادر شهید و البته یه برادرشون هم که در سپاه پزشک هستن، در سپاه و لباس سپاهی هم میپوشن، که من بارها با ایشون به دادگاه انقلاب رفتم برای وکیل گرفتن برای آقای تبرزدی و این حرفا. در نتیجه آقای تبرزدی انقدر امروز دوچار توهمات شده که فکر میکنه که در آینده ایران نقشی خواهد داشت، در صورتی که نمیدونه یه آدم هایی که ریشه ندارن جایی در آینده ایران. ما آرزو میکنیم رژیم آینده ایران یک رژیم یک رژیم متخصصین باشه، یعنی شایسته سالار باشه، افرادی که میخوان مملکت رو داشته باشن از متخصصین و مجربین تشکیل شده، نه این که پسر خاله و دختر خاله و آقای ایکس و آقای ایگرگ. امیدوارم که ایران متعلق نه به مرد ها نه به زن ها، بلکه متعلق به کسانی باشن که این مملکت رو بتونن روی اصول بسازن، روی فرمول بسازن، و این مردم فکر میکنن بعد از 40 سال حقشونه که یک استراحت و امنیت و عدالت رو با خودشون داشته باشن. خیلی ممنون خانم جیلانی. شما چون مخصوصا تو فرانسه هستید، بیشتر نشست ها اونجا انجام میشه. دیدیم که جبهه دوم و ایران لیبرال و دوستان آمده بودن اونجا، ولی من متاسفانه ویدیویی ندیدم، همچنین به اصطلاح
نشست اونها با این برنامه های ایران همزمان شده بود و تحت تاثیر قرار گرفته بود، خبری نبود. ولی اون ماجرای شورای گذار آقای شریعت مداری و دیگران، نظرتون راجع به این جنبش ها و این افراد چیه؟ زمینن آقای شاهین فاتحی که خیلی قشنگ می نویسن، همیشه نوشته هاشون حاوی یک طنز تلخ و حقیقت زندگی هست، نوشتن که جناب سربی کلن قمپوزیسیون آزاده ای داریم، همه تا اموالشان، موقعیتشان، سهمشان در خطر نبوده از گروه شمر بودن، حالا باد این طرفی میوزد، این طرف آقا حسین را گرفتن، 80 میلیون ایرانی منتظر ظهور ترامپ هستند، عده معدودی هم منتظر جایگزینی در قارت. همین در عرصه بی صاحب همه رابین هود هستند برای نجات ملی. نظر شما در این مورد چیه؟ و آیا... نه من موافقم. در هر حال ملتی هستیم که چون بهمون هیچ موقع اجازه ندادن آزاده باشی، در نشه فرهنگ آزادگی رو بلد نیستیم، یعنی هم رو خراب میکنیم، هیچکی با هیچکی موافق نیست و ضمناً افکار شیطانی. یعنی وقتی شما میبینین که این گروه گذار به ریاست آقای شریعت مداری، که من از اسم شریعت مداری، از همه شریعت مداری رو متنفرم، چه حسن باشه چه حسین، میخوام براتون بگم که در آینده ایران آقای شریعت مداری ها مطمئنن حکم تیغ، جوان ها حکم تیرش رو خواهند داد و این افراد اصلا جایی نخواهد. و شما میبینین که وقتی اعتراضات در خیابان ها هست، همه در کنار همان، همه یک شعار رو میدن و اون موقع است که باید آقای شریعت مداری رو از خواب بیدار کنیم و بیاییم بهش بگیم که آقا شما بیا ببینیم مردم کدومش ترکه، کدومش فارسه، کدومش مرز جغرافیاییش از کجا آغاز میشه، که اینا رو از هم جدا کنیم. و من فکر نمی کنم که خود ملت، خود قومیت ها در ایران حرفای اینجور آدم ها رو قبول داشته باشن و افرادی که در اقلیت اینها رو قبول دارن، افکار انسان های صاف و یک رنگ و ملیگرا و وطن دوست نیستند و اینها کاملا در اقلیتن، مگر اینکه در آینده ایران کشورهای خارجی باز نفوذ داشته باشن، مانند اسرائیل، مانند عربستان. ولی من مطمئنم که ایران به دست ایرانی نجات داده خواهد شد، همان گونه که شما فرمودین ما آقای ترامپ رو دیدیم که یک هفته بعد از یک هفته یک توییت خیلی بی‌نمک داد که ما متوجه کشتار جمهوری اسلامی هستیم و اینکه شما اینترنت رو قطع کردید که دنیا کشتار شما رو نبینه. به نظر من اصلا جمله شق القمری نبود. بعد از یک هفته آقای اوباما، که البته آقای پومپئو فعالیتش بیشتر بود و به مردم میگفت ما در کنار شما هستیم، و ولی من هنوز مفهوم این که ما در کنار شما هستیم رو نمیدونم یعنی چی. من تنها چیزی که از آمریکا میشناسم خیانت‌های متداول و پشت سر هم، چه 57ش، چه زمان مصدقش، چه امروزش، چشمم آب نمیخوره که اینها و اروپا که اصلا رسمن، چه فرانسه و آلمان که رسمن از ایران دفاع میکنن. تا دیروز آقای مکرون میخواست هر 6 ماه در میون به جمهوری اسلامی 15 میلیارد دلار بده تا سرنگون نشه، تا بتونه پول به فلسطین و لبنان و عراق برسونه. در نتیجه ما ملت باید آگاه باشیم که ما نه دوستی به نام اروپایی داریم، نه دوستی به نام آمریکایی داریم. همه این کشورها دور بر ما هستن فقط برای منافع ملی خودشون، به خصوص که امروز اروپا رو ما در شرایط اقتصادی بسیار بدی می‌بینیم و اینها حاضرن حتی از یک طناب پوسیده هم آویزون بشن، و این هم گویای شرایط خراب اقتصادی اروپاست. خیلی ممنونم. همین امروز یا دیروز بود آقای ماکرون به دیگر کشورهای اروپا گفت که آمریکا هیچ امیدی بهش نیست و آمریکا اتفاقا میخواد که ماها با هم نباشیم و اون اتحاد از بین ببره. و شما تو صحبتاتون گفتید که ما نه به دموکراسی رسیدیم، چون بعضی از دوستان میگن ما 110 سال، 120 سال پیش
در دوران مشروطه بهترین دموکراسی رو امتحان کردیم، بعد به قول شما در دوره مصدق همچنین، ولی شما میگید که نه، همچین اتفاقی نیفتاده. حالا هم به یک نحوی گله کردید که برای هم میزنیم و اینها. شما که در فرانسه هستید، اونجا افرادی مثل آقای بنی صدر هستن، دوستانشون اینها، چه جوریه که هنوز کسی رو پیدا نکردین که فالوور اون باشین یا با اون به اصطلاح چه لبخندی زدی؟ بله بفرمایید. آخه میدونین اول باید صداقت ها به من ثابت بشه. میدونین من چیز زیادی ندارم، نه قصر دارم، نه پولم از پارو میره بار، یه آدم خیلی معمولی هستم. یه اسم دارم. شما دارین میبینین که از پاریس آقای زم میاد بیرون، از پاریس آقای ایکس میاد بیرون، از پاریس. در نتیجه اینجا لانی زنبوره و من آدم محافظه کار. یه دونه اسم دارم، نمیخوام اون اسممو به این بچسبونم به اون بچسبونم. من آقای بنی‌صدر، خب معلومه آقای بنی‌صدر که در هنوز انقلاب اسلامی گیر کردن و من از روز اولش در انقلاب اسلامی نبودم، یعنی حتی یک ساعت هم نبودم. همون رفراندوم احمقانه آریاخه رو من رفتم میلان، پاهام شکسته بود، این پله های مترو هم نمیتونستم برم بالا، ولی رفتم. سفارت به ما گفته بودن نزدیکترین سفارت به این رای بدین، به ما نزدیکترین سفارت ایران در میلان بود که من رفتم اونجا. نه بزرگ گفتم. اومدم وقتی هم که اینا نتایج رو داشتن می آوردن بیرون، همه عالی بود. یه دونه مال من خیر بود که کاغذش هم آبی بود، ولی اون یکی ها زرد روشن بود، خیره آبی بود. خلاصه خیر که در من دیدم این مال منه. یعنی تموم نشد دیگه بر من، نه رأی، نه انتخاباتی، هیچ کس، نه راستی، نه چپی، نه میانه روی. میدونین من خودم در ایران بالاخره هممون مذهبی ها رو زندگی کردیم و همون زمانش هم مشکل داشتیم. فرض بکنیم مادر بزرگ شما بیدار میکرد در 8 سالگی خوش روزه بگیر، تا همون 8 سالگی شما آغاز میکردیم بعدتون اومدن از روزه یا نماز یا همچنین اجباری. خب در نتیجه ما با همون فرم زندگی کردیم و اینکه امروز حال از اون من بپرم از این شاخه بپرم به شاخه دموکراسی، آقایون وقتی مدعی میشن دموکراسی، بنده و شما که از این مسیر گذشتیم، خانواده‌هامون، مادر بزرگامون، پدر بزرگامون، شب احیاهامون، با اینا بزرگ شدیم، اینا شده بخشی از فرهنگ ما، درسته؟ امروز ما مدعی دموکراسی هستیم. دموکراسی یعنی احترام به دیگری، اعتقاد به عقیده دیگری، نه اعتقاد، احترام به عقیده دیگری. در نتیجه ما این رو یاد نگرفتیم تو فرهنگمون و تا زمانی که ما این فرهنگ رو، فرهنگ دموکراسی رو در خودمون ریشه ندوندیم، در مدارسمون، در خانواده‌هامون، در رابطه بین مرد و زن و فرزند، بین افراد خانواده، تا اینا ریشه ندوندن، این که ما دموکراسی و سکولاریسم می‌خوایم شعاره و اینکه آیا ما سکولاریسم، سکولار، جدایی دین از حکومت، از سیاست، حالا سیاست آقای فروهر معتقد بود که ما نمیتونیم دین رو از سیاست جدا کنیم. چرا؟ چون سیاست به قول معروف مثل یک انشای قشنگ میمونه. حالا تو شما میتونین از علی و حسن و حسین هم توش یه جملاتی بیاریم، ولی در حکومت ما هرگز نمیتونیم از دین، یعنی منم به این معتقدم. اما مسئله این که ما با تمام خواستی که داریم دین رو از حکومت جدا بکنیم، باز به این زودی ها موفق نخواهیم شد. چرا؟ برای اینکه ما تک تکمون میان دیانتمون، هویت ایرانیمون، هنوز یک بالانسی وجود داره که این دوتا رو هنوز تشخیص نمیدیم کجا ایرانیت ماست، کجا دیانت ماست. ما باید سالها رو این مسئله کار بکنیم، تمام این سمتومهای دینی رو از ایرانیتمون، از سیاستمون، از حکومتمون
بکشیم بیرون. این رفته تو مغز ما هک شده، این که ما میخواهیم خیلی خوبه، ولی آیا میتوانیم؟ اینجاست که شبه ها شروع میشه. خیلی ممنون. به قول دوستون آقای ایران بومی میگه خواستن در حد توانستن درست هست. آقای شاهین فاتحی در رابطه با آقای شریعت مداری فکر کنم اینو نوشتن، چون ایشون سن بالایی هم داره، نوشتن همه ما به جنتی همه به جنتی میخندن، اما همه مدعیان آینده برادران دوقلوی جنتی هستند، هم در سن و سال و هم در اصرار بر حکومت. منظورشون بر اصرار بر حکومتی که اونها میخوان. در صورت من باز هم از شما ممنونم، خیلی خوشحالم که بالاخره این مشکل حل شد و چند مدت چون شما سر کار میری و دیر میای، ساعتتون با ما جور نبود و اینها، امیدوارم بتونیم این برنامه رو به صورت دائم داشته باشیم و با شما باشیم. از دوستان میخوام که اگر سوالی دارن، پرسشی دارن، با همین اسمی که اینجا نوشتیم و من صفحه فیسبوک شما رو هم نشون دادم، البته شما 4 صفحه فیسبوک دارید، با هر کدومش دیدم تماس بگیرن، شما ریسپاند میکنین و جوابگو هستید. از این بابت ممنونم. من ساکت میشم، اگر صحبتی دارید بفرمایید. و بازم متشکرم که با ما بودید، مخصوصا این روز یکشنبه این موقع شب در پاریس. بفرمایید. خواهش میکنم. من تنها حرفی که دارم اینه مردم آماده باشند و اینکه باید بدونن که قدرت ما در اتحاد ماست و ما روزهای سختی رو در پیش خواهیم داشت و سعی بکنیم به هم کمک برسونیم. از حالا آماده باشیم. من در تهران گفتم بیسکویت و کنسرو و نمیدونم چی و چی و چی پانسمان و اینا رو بخرم بذارم کنار برای روزهای مبادله، و من مطمئنم که روزهای داغی در پیش خواهیم داشت. خیلی ممنون. امیدوارم که آخوندها تجربه تاریخ و سرنوشت شاه و دیگران رو مرور کنن و قبل از اینکه خیلی دیر بشه به اصطلاح یک تصمیم عاقلانه بگیرن و مردم رو هم به یک زندگی دلخواهی برسونن. خیلی ممنون که با ما بودید و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. سپاسگزارم. امیدوارم که شنوندگان شما هم خوب و سلامت به شما همچنین. مرسی. دوستان عزیز، با خانم دکتر بهیه جیلانی بودیم. ایشون در صفحه فیسبوک هستن، فعال هستن و من سالهاست که ایشون رو میشناسم، در رادیوهای مختلف برنامه داشتن، در تلویزیون برنامه داشتن و صحبتاشون، و جای تأسف داره که میبینید ایشون میگن که متاسفانه کسی یه چیزی بود میگو یاری اندر کس نمیبینه. بله، خیلی وضع بدیه که هیچ کدوم از ما نداریم کسانی رو که به اونها اعتماد کنیم و به اونها بپیوندیم، حداقل اون یکی بشه 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا و همه تنهای تنها هستن. شاید تقصیر اون شعری هست که گفت دلا خوب کن به تنهایی که از تنها بلا خیزن. یک بار دیگه از شما دوستان ممنونم که با ما بودید و برنامه تلویزیون مردم رو ادامه بدیم. این هفته به دلیل قطع اینترنت در ایران برنامه آقای حسن ارشاد که 248مینش رو باید داشته باشیم نداریم، ولی به مجرد اینکه ایشون ارسال کنن ما هم برای شما نشون میدیم. روز جمعه دوستان توجه کنید، یه عکسی روی اینترنت بود، من درباره اون عکس صحبت کردم و یکی از دوستان فکر کنم آقای حسن نظری، بله آقای حسن نظری از در برنامه کانون آوا گفتن که آقا اصلا این عکس عکس حقیقی نیست و مربوط به یک فیلمی هست به نام قلاده‌های طلا. این فیلم رو یکی از دوستان فرستاده و از ما خواسته که 5 روز در تلویزیون مردم پخش کنیم. در تلویزیون مردم ما مثل آمریکایی‌ها عمل می‌کنیم. شما وقتی مخارج یا هزینه کم 5 روز رو پرداخت می‌کنید، ما هم 2 روز اضافه می‌کنیم و این فیلم رو به مدت 1 هفته نشون می‌دیم. فیلم بسیار جالبی هست از 2 جنبه. یکی نگاه کنید، اولا این هنرپیشه‌هایی که تو این فیلم بازی کردن بعد از این گویا مردم تحریمشون کردن و ضرر مالی دیدن، در فیلم‌های دیگه شرکت نکردن و اینها، اسمش هست قلاده‌های طلا. اگه نمی‌خواید منتظر تلویزیون مردم بشید که نشون بده، میتونید به خودتون پیدا کنید روی یوتیوب و این ور ببینید، ولی کوالیتی اونجا پایینه
ما یه نسخه ایش با کوالیتی بالا داریم، اینو پخش میکنم. اگر لطف کنید نظراتتون رو چه از طریق این تلفن، اجازه بدید من این تلفن رو اینجا بیارم نشون بدم که این بعد افکت 3 از طریق این شماره تلفن که در آمریکا هست 202-695-2573. بله شما وقتی زنگ میزنید به این تلفن تمام جاسوسای دنیا مشخصاتتون رو میگیرن، نه که مشخصاتتون تا امروز مخفی بوده، مشخصاتتون میگیرن، میتونید تکست بفرستید، میتونید پیام بفرستید، یا میتونید با ایمیل اینفو، این ایمیل اجازه بدید info@mardomtv.com با ما تماس بگیرید، یا با همین آدرس صفحه شخصی فیسبوک من که میگن پروفایل سوربی، یا صفحه به اصطلاح حرفه‌ای تلویزیون مردم، مردم تیوی، میتونید تماس بگیرید. ما تمام راه‌های تماس رو باز گذاشتیم. نظرتون رو درباره فیلم قلاده‌های طلا بگید و ببینید که آخوندها چجوری این فیلم رو درست کردن که توی اون به شما توجیه کنن که 10 سال پیش هم این اتفاق توسط اجنبی ها، خارجی ها، و میگن که دیکتاتورها و اونایی که پیرو فرقه هستن همیشه دیگران رو مقصر میدونن و هیچگاه قبول نمی کنن که خودشون اشتباه کردن، خودشون مقصرن که مملکت یا زندگی یا مردم رو به این روز انداختن و رسوندن. شما هم میتونید در تلویزیون مردم با برنامه خودتون رو داشته باشید، یا ویدیوهای دیگر رو مثل این دوستمون که فیلم قلاده های طلا رو فرستادن و یه مبلغ خیلی کمی هم کمک کردن که ما خیلی ازشون ممنون هستیم. و یادتون نره، همیشه گفتم تلویزیون مردم از مردم، با مردم، برای مردم، و پتیک هم اضافه کرد با حمایت مردم. اون دوستی که گفت من دیدم تلویزیون مردم پابلیکه و گفتم که پیام من رو به دنیا پخش کن، خب پابلیک باید کمکم شما حمایت کنید، که متاسفانه حمایت ها خیلی کم شده به دلیل اینکه رادیو تلویزیون های ایرانی در 20 سال گذشته نشون دادن که قابل اعتماد نیستن. ولی تلویزیون مردم اولین تلویزیون اینترنتی ایرانی، باورتون میشه سال 2003، یعنی 16 سال پیش، یه جوان 40 چند ساله اون موقع، یه جوان آمد به این فکر افتاد که اگه میخوایم مستقل باشیم باید به خودمون به اصطلاح متکی باشیم و دیگران هر وقت خواستن حرف ما رو قطع میکنن. ولی اینجا آمدیم و این سکوی ارتباطی رو درست کردیم و 16 سال هم هست الان که ادامه داره، از دسامبر 2003 تا چند روز دیگه میشه دسامبر 2019. پس شما هم لطف کنید حمایت کنید، و اگر شما هم حرفی برای گفتن دارید با ما باشید و از این بلنگو استفاده کنید تا به چشم و هوش و گوش مردم بتونید خیلی آسون رخنه کنید. اونا نشستن تو خونه ولی شما میرید توی مغزشون، توی قلبشون، توی چشمشون، و اونها هم به شما تماس میگیرن و نظر میدن. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. روز و روزگار بر شما خوش، و تا چند لحظه دیگه فیلم قلاده های طلا رو من روی mardomtv.com از طریق اون برنامه زنده بهتون نشون میدم، mardomtv.com. اگر کسی هم لینکش رو لطف کنه روی این فیسبوک بذاره که دیگه چه بهتر. روز روزگار بر شما خوش. برنامه های دوشنبه و چهارشنبه گفتم 50-50% ممکنه، 50% ممکنه نباشه، ولی برنامه های جمعه 99% با شما خواهیم بود. یک بار دیگه از خانم دکتر بهیه جیلانی تشکر میکنم و خیلی خوشحالم که این به اصطلاح مصاحبه انجام شد تا باز بتونیم در آینده بسیار نزدیک با ایشون باشیم و افراد دیگه و نظراتشون رو به شما منتقل کنیم. روز روزگار بر شما خوش.